پس از نمایش نچندان موفق دو نماینده فوتبال ایران در روز اول لیگ قهرمانان آسیا، نوبت به دو تیم ایرانی دیگر حاضر در این رقابت ها رسید. دیشب پرسپولیس تهران 2-0 مغلوب الدوحل شد و سپاهان اصفهان که به مسافه العین امارات رفته بود با 4 گل این تیم را شکست داد تا تنها تیم ایرانی پیروز در دور اول این مسابقات لقب بگیره. همراه باشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، برای صحبت در این رابطه. مهدی، از بازی پرسپولیس شروع کنیم. انتظار این شکست میرفت یا نه؟ پرسپولیس در حالی بازی رو واگذار کرد مهدی جان که تیم الدوحل با 2 ستاره خودش، یعنی مهدی بنتیه و ماریو مانزوکیچ که ستاره های سابق بایر مونیخ و یوونتوس هستن، تونست به برتری برسه و هر 2 گل هم یکی روی تعلل و دیگری روی اشتباه بازیکن های پرسپولیس رقم خورد. خود یحیی گل محمدی هم گفته که اشتباه کردیم و تنبیه شدیم. و با این حال پرسپولیسی ها این شانس رو دارن که با 2 رقیب دیگرشون در این گروه، یعنی اتاوان و شارجه، شرایط راحت تره. به هر حال الدوحل تیم بسیار پرستاره ایه و تونست این بازی رو ببره، گرچه پرسپولیس هم موقعیت هایی خصوصا در نیمه اول بعد از اون 13 دقیقه طوفانی که 2 بار دروازش باز شد و خیلی سخته در برابر یک تیم پرمهره بشه بعد از 13 دقیقه بسیار ضعیف، نتیجه رو برگردون. و خصوصا که خب مهدی ترابی هم مصدوم شد، در نهایت سرخپوشان با شکست زمین رو ترک کردن. در رابطه با بازی سپاهان چطور انتظار پیروزی 4-0 میرفت؟ اگر در بازی پرسپولیس ساعت 2 یحیی گل محمدی اولین شکستش رو با پرسپولیس تجربه کرد، سپاهانی ها دست به کار بزرگی زدن بعد از 6 رویارویی با ناکامی، یعنی 6 بار با هم روبرو شدن، 3 بار باخته بودن به علین و 3 بار مساوی شد و بالاخره طلسم علین رو شکستن. فراموش نکنیم همین علین استقلال در دوران سرمربیگری علیرضا منصوریان 6-1 شکست داده بود و خیلی مهمه با بازیکنایی مثل محمد محبی که گل اولو زد. و اینم نکته جالبیه که اون پستی که محبی بازی میکنه چقدر رقابت برای تیم ملی هم بالاست. خود محبی هست، مهدی ترابی هست، علیرضا جانبخش هست و یه دردسر شیرین برای سرمربی تیم ملی. ولی خب سپاهان هم گروه های سختری داره و هم النصر هم اسد رقبای به مراتب سختری نسبت به این العین که الان در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کرده خواهند بود. ولی خب جالبه که همونطور که گفتی سپاهانی ها تنها تیم پیروز ایرانی در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بودند.